بیکاری بیداد میکنه. این یه آقای ابو ترابی از تو مجلس همین آخونده چند روز پیش گفت که 30% مردمی که در سن اشتغال هستن بیکارن. این حرف محمد رضا روحانی نیست، این حرف نماینده مجلس این هاست. اینها حق بیان ندارن. بیکاران چگونه میتونن متشکل بشن؟ باید برن مثلا جامعه اسلامی بیکاران درست بکنن. و همین دلیل هستش، و هم به دلیل فقر توسعه پیدا میکنه. وقتی که در یک کشوری سهم نیروی انسانی در تولید در حدود 8-9% در حالی که در جهان امروز سهم نیروی انسانی دستمزد در تولید حدود 30-35% چرا این همه پرونده تو دادگستری و 11 میلیون پرونده از کجا میاد؟ از فقر میاد، از نداری میاد. این همه خانواده های پاشیده از فقر، این همه بچه های خیابانی از فقر و نداری میاد، این همه زن های خیابانی از فقر و نداری میاد. چرا این فرق وجود داره؟ برای اینکه آزادی وجود نداره که مردم بتونن در امور خودشون دخالت داشته باشن. بنابراین اساس مبارزه این تمام مردم ایران بیش از همه زحمتکشان و کارگران و دستمزد بگیران حصول به آزادی های اساسی هستش که بتونن بیان کنن که چه میخوان. اینها صاحبان این خانه هستن، بایستی در اداره این خانه شرکت مؤثر داشته باشن. با وجود قواعد فعلی ممکن نیست. همین قانون قراردادهای موقت کار هم عرض کنم که اصلاح طلبان داخل گیومه، هم چپهای داخل گیومه، هم راستهای اصولگرا، همه اینها با هم دیگه در این ایام مشغول نابود کردن اینن. اولین قانونی که اینها آوردن بعد از رسیدن به قدرتشون قانونی بودش که توکلی نوشت، اساسش اجاره انسان بود. یعنی ما رو برمیگردون به این ترتیب به 1400 سال قبل. میخواست اصول و پرنسیپ هایی که فکر میکرد اسلامی هستش و فکر میکرد که عرض کنم باعث نجات کارگران میشه، همین توکلی که الان تو مجلس هست اصولگرا شده، حالا میخواست قانون وزیر کار بود، میخواست قانون رو بر اساس مبحث اجاره تنظیم بکنه. همینجور که اتومبیل اجاره میکنین